ابن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه، این محدث و صحابی عظیم و شانی که از رسول خدا، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر، هفت معصوم را از پیغمبر تا امام باقر، هفت معصوم را درک کرده و حدیث نقل کرده است، این صحابی جلیل القدر اومد خدمت رسول اکرم، از صاحبان سر رسول الله است. تفسیر برهان و نور الثقلین رو ببینید، اومد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله، اطیع الله فهمیدیم یعنی چه، اطیع الرسول فهمیدیم یعنی چه، این صاحب الامر کیان که قرن الله طاعتهم بطاعتک، این صاحب الامری که خدا بغل تو گذاشتتش دوی آیه و فرموده از واجب طاعت کیان اینا. رسول اکرم فرمود جابر بید میگم اما فکتم و الا ان اهله، فرمود بید میگم ولی به شرط که به کسی نگی، بگو آقا جون. فرمود اولهم علی ابن ابی طالب، دومش پسرم حسن ابن علی، سوم پسرم حسین ابن علی، چهارم علی ابن الحسین زین العابدین، پنجم محمد ابن علی امام باقر، ستدرکه یا جابر، تو درکش میکنی سلام منو بهش برسون. همین جورم شد. بعد رسول خدا ائمه را شمر تا امام دوازدهم، امام زمان را هم اسم برد، دوازده امام را اسم برد. وقتی رسید به امام زمان فرمود جابر این دوازدهمشون یک غیبتی میکند طولانی، این غیبت طولانی لا یثبت علی امامته، بر امامتش ثابت و استوار نمیماند مگر کسانی که خدا دلشون را به نور ایمان امتحان کرده باشد. اگه میگی یا مهدی دلت حال میاد، وعده پیغمبر اکرم است. حواست به منه. خب جابر برگشت گفت یا رسول الله، این عرصبت بر این که امامی که از امت غائب می شود و پیدا نیست و نمی بینن مردم چجوری استفاده می کنن؟ رسول خدا فرمودن که مثل انتفاعش مردم و اهل زمین، کره زمین و اهل زمین از خورشید موقعی که پشت ابر واقع می شود. یعنی امام زمان سلام الله علیه را به خورشید تشبیه فرمود و غیبت را به ابر. رسول خدا در دستور زبان و ادبیات عرب میگن مشبه و مشبه به، و چه شبه لازم داره؟ امام زمان مثل خورشید است. خورشید چجور است که امام زمان مثل خورشید است؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار الانوار جلد 52 یا 53 این حدیثا که نقل میکند میفرماید 8 نکته و سر از این مطلب من فهمیدم و بیان میکنه. خیلی عالی. جاذبه زمین، این زمین را چی نگهش داشته است که از مدار خارج نشود؟ جاذبه خورشید نگهش داشته. تمام رنگ گیاهان از خورشید است، تمام طعم گیاهان از خورشید است، تمام مزه گیاهان از خورشید است، تمام انرژی ها و آبشارها از خورشید است، خود ابر از خورشید است، برف و باران از خورشید است، طعم و رنگ و مزه گیاهان از خورشید است، خود وجود حیات بشر از خورشید است. اگه 24 ساعت یه ماه دو ماه سه ماه آفتاب بمونه تابه همه بمیریم. نابود کننده میکروب های زمین خورشید است. اگر خورشید نباشه این 7 میلیارد جمعیتی که دارن دائما دود و میکروب و کثافت و ادرار و مطبوع و غیر تولید میکنن، این کره زمین یک قبرستان میشود. خورشید داره از بینش میبره. امام زمان به شیخ مفید رضوان الله تعالی نوشت انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ساهین لذکرکم یا ولا ناسین لذکرکم ولا اولا ذالک لسلمکم الاعدا. دشمنان را مهدی از بین میبرد که شیعه اینجور داره میدرخشه در دنیا، و الا ما که خوابیم و دشمن چه میکنه؟ مثل قصه انار و حاکم بحرین محمد ابن عیسی و امثال ذالک. حواست منه. تمام حیات بشر، نور علم، نور هدایت، نور وجود، نور حیات، مرگ، رزق، اطرافن که زن و بچه، آبستن شدن، زاییدن، بکم یمسک السما، بکم فتح الله، بکم یختم الله، بکم ینزل الغیث، تمامش از وجود ملکه امام زمان است و ائمه علیهم السلام. شیعه میگه آقا جون اولو الامر یعنی صاحب الامر که مثل رسول اکرم است با یک امر اطیعو اطاعتش واجب است، این دوازده امام هست، اولشون امیر المؤمنین علی مثل پیغمبر اکرم معصوم، دوازدهمشون هم مهدی آل محمد. از این آیه استفاده می شود بشر اولوالامر می خواهی،
صاحب الامر میخوای، اون صاحب الامرم یک کسی است که مثل خاتم الانبیا معصوم است. ما میگیم امام دوازدهم، شما میگید کی؟ باقی میارم. گرفتی؟ امام سلام الله علیه امام صادق فرمود ان الله قرننا الیه فی مواضع من کتابه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. 70 کتاب اهل سنت، هر کس بمیرد امام زمانش را نشناخته باشد، مرحله اول شناختش این است که بدانی امام زمان امروز شما حجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا، مادرش نرجس خانوم، در نیمه شعبان 255 در سامر را متولد شده، در همون جا هم غائب شده، امام زمان است. عرصبت بر این که بیومنهی روز غلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، منتظر ظهورش هم هستیم انشالله، به همین نزدیکی میاد انشالله میاد. بدون بشارت بدم جوونا، اگه ما هم بمیریم شما زنده اید و میبینید. بهتون بشارت بدم، چون خیلی از علامات حاصل شده، با انتظار و با امید زنده این انشالله درک میکنید. صبر کنید، مادرش فاطمه هم صبر کنه. صبر کن یا فاطمه، ای بانی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد انشاءالله میاد.